سلام به همگی. فیلمی که امروز معرفی میکنیم یه فیلم درام و عاشقانه محصول سال 1995 از کشور سوئد به اسم همه چیز منصفانه است. معلم جدید ویولا از همون روز اول کارش توجه یکی از دانش آموزا به اسم استیگ رو به خودش جلب میکنه. پسره اصلا ازش چشم بر نمیداره و شدیداً عاشقش شده. اون موقعی پاک کردن تخته به گردن معلمش خیره میشه و خیلی وقتا به بهانه درس خوندن میمونه تو کلاس تا باهاش حرف بزنه. حتی یه بار یه کار عجیب میکنه و صندلیش رو میبوسه. بعد میره دم در خونه معلمه که از بیرون تماشاش کنه. اونم میاد وای میسته تو تراس. پسره وقتی اونجا میبینتش حتی بیشتر از قبل عاشقش میشه. چون به نظرش ظاهر ویولا توی خونه خیلی قشنگتر از مدرسه است. یه بار یکی از دخترای همسایه که خیلی استیگ رو دوست داره لباسش رو جلوش در میاره و در رو قفل میکنه. اما اون هیچ واکنشی نشون نمیده و اصلاً علاقه‌ای به دختره نداره چون دلش فقط پیش معلمشه که 20 سال از خودش بزرگتره. ویولا هم متوجه رفتاری عجیب دانش آموزش میشه. اولش یکم معذبه ولی بعد یه مدت از اینکه داره اینطوری مورد توجه قرار میگیره لذت میبره. یه روز مبصر کلاس غایبه، واسه همین استیگ سری داوطلب میشه به معلم کمک کنه تا چند تا چیز از کلاس طبقه بالا بیاره. وقتی دارن از پله ها بالا میرن، پسر چشم از پاهای معلمش بر نمیداره. همین حواس پرتی هم کار دستش میده و اتفاقی نرده کنار دیوار رو از جا در میاره. سعی میکنه درستش کنه اما نمیتونه. واسه همین ویولا میره کنارش تا کمکش کنه. در همین لحظه یه نفر از کنار پنجره رد میشه و ویولا ناخودآگاه خودشو میچسبونه به استیگ. اونم کنترل خودشو از دست میده و معلمش رو میبوسه. ویولا اولش جا میخوره ولی بعد به خودش میاد و با عجله میره طبقه بالا. هر دوشون خجالت میکشن اما اون بوسه براشون یه حس قوی به وجود آورده. واسه همین گوشه کلاس قایم میشن و عشق بازی میکنن. یه دفعه زنگ میخوره و اونا مجبورن از هم جدا بشن. بعد از اون اتفاق وقتی تو کلاس با هم چشم تو چشم میشن، هر دوشون از شدت خجالت لبخند میزنن. پسره بعد از اولین تجربه عاشقانش خیلی هیجان زده است و اصلا آروم و قرار نداره. واسه همین بعد از ظهر به بهانه مریضی کلاسشو میپیچونه و میره خونه معلمش. کلی با هم گپ میزنن اما ویولا بهش هشدار میده که دیگه بیخبر نره اونجا چون ممکنه شوهرش اونو ببینه. بعد بهش میگه اگه یه زمانی طبقه پایین ماشین دید یا صدای موسیقی کلاسیک شنید، معنیش اینه که شوهرش خونه است. از اون به بعد اونا به وقت گذرونی های پنهانیشون ادامه میدن و خیلی به هم وابسته میشن. یه روز استیک توی خونه معلم نشسته و داره آب میوه میخوره که یه دفعه صدای باز شدن در رو میشنوه. میفهمه شوهر ویولا اومده و میره قایم میشه. بعد وقتی حواس مرد نیست سعی میکنه فرار کنه، اما همین که میخواد بره بیرون شوهره سرشو بر میگردونه و اونو میبینه. اما فکر میکنه فقط واسه کلاس خصوصی اومده. به محض اینکه استیگ میره بیرون ویولا سر میرسه ولی اصلا از دیدن شوهرش خوشحال نمیشه. مرد بهش میگه باید با دانش آموزش مهربون تر باشه و اصلا خبر نداره اونا پشت سرش با هم رابطه دارن. هرچی بیشتر میگذره اون دوتا پر جرأت تر میشن. توی کلاس دائما به هم نگاه میکنن و دستای همو وقتی کسی نیست میگیرن. حتی یه شب استیگ یواشکی میره داخل خونه ویولا. کمی بعد شوهرش از خواب بیدار میشه و کم مونده مچ پسره رو بگیره، اما اون موفق میشه قصر در بره. حتی تعداد جلسات خصوصیشون هم زیادتر میشه. واسه همین استیگ بیشتر شوهر ویولا رو میبینه. مرده هم از اون خوشش میاد و دائما باهاش درباره موسیقی های کلاسیک مورد علاقهش صحبت میکنه. استیگ هم اونو خیلی دوست داره. واسه همین دچار دوگانگی میشه و نمیدونه باید عذاب وجدان بگیره یا خوشحال باشه. بعد از یه مدت اونا با هم صمیمیتر میشن. اونقدر که استیگ تحت تأثیر مرده به موسیقی کلاسیک علاقه بیشتری نشون میده. یه روز استیگ میره تو آشپزخونه و یه حوله زنونه تنشه، اما بعد از چند لحظه متوجه میشه شوهر همونجا پشت سرش نشسته. مرده با وجود دیدن همچین صحنه‌ای خیلی آرومه
و اعتراف میکنه که توی هفته اول بعد عروسیشون به زنش خیانت کرده و ویولا هم این موضوع رو فهمیده. به همین خاطر چندی ساله فقط دارن همدیگر رو عذاب میدن و وضعیت رابطهشون اصلا خوب نیست. اون میگه میدونسته بالاخره همچین اتفاقی میفته و معتقد زنش داره با این خیانت ازش انتقام میگیره. بعد از این اتفاق شوهر ویولا و استیگ با هم صمیمی‌تر میشن. حتی همیشه درباره مشکلاتشون با هم حرف میزنن چون خیلی خوب همدیگر رو درک میکنن. در ادامه مرده به خاطر مشکلات شغلیش مست میکنه و همه ی غم و غصه‌هاش رو بهش میگه. استیگ نمیدونه چی کار کنه که حال اون بهتر بشه، اما وقتی روی میز خوابش میبره موهاش آروم نوازش میکنه. همون لحظه ویولا میاد و بی توجه به شوهرش پسره رو میکشونه تو اتاق خواب. استیگ بعد یه مدت از اتاق میاد بیرون و روی مرده پتو میکشه. بعدش هم از اونجا میره بیرون. تو مدرسه ویولا دائما سعی میکنه توجه استیگ رو به خودش جلب کنه، اما اون دیگه مثل قبل بهش علاقه نداره و از این وضعیت خسته شده. یه روز دیگه نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه، واسه همین یه بطری رو میشکنه و استیگ رو تهدید میکنه که باهاش رابطه داشته باشه. پسر سعی میکنه بطری شکسته رو ازش بگیره، اما در نهایت مجبور میشه به خواستش عمل کنه. بعد از این اتفاق استیگ تصمیم قطعیش رو میگیره و به معلمش میگه میخواد رابطهشون رو تموم کنه، اما اون قرار نیست به همین سادگی ها دست از سرش برداره. برای اینکه استیگ رو بندازه تو دردسر بهش نمره پایینی میده و غیبتش رو هم گزارش میکنه. پسر خیلی عصبانی میشه چون همه اون غیبت ها به خاطر خود ویولا بوده. واسه همین میره و تهدیدش میکنه که واقعیت رو به همه میگه. روز بعد وقتی استیگ داره پای تخته چیزی مینویسه، معلمش دامنش رو میده بالا و سعی میکنه تحریکش کنه، اما اون با عصبانیت به میز لگد میزنه و پرتش میکنه زمین. بعد از این اتفاق همه همکلاسیهاش طرف معلمشون رو میگیرن چون خبر ندارن همه چیز تقصیر خود ویولا بوده. در نهایت استیگ مجبور میشه از کلاس بره بیرون. اون از یه طرف دیگه با مدیر مدرسه هم به مشکل میخوره چون بهش میگه مجبور دوباره همین کلاس رو بگذرونه. واسه همین سعی میکنه یه مدرک از رابطه عاشقانش با معلمش پیدا کنه تا همه چیز اثبات بشه. بعد میره سراغ دفترچه معلمش تا اون پیامی که قبلا براش نوشته بود و به مدیر نشون بده، اما میفهمه ویولا قبلا از شرش خلاص شده. در همین حین استیگ خبردار میشه که داداشش تو جنگ مرده و خیلی ناراحت میشه. برادرش همیشه بزرگترین حامی خانواده بوده، اما بعد از مرگش مجبور میشه خودش تنهایی از مامانش مراقبت کنه. در واقع پسر بیچاره یه شب بزرگ میشه و دیگه اون نوجوانی نیست که فقط به عشق و عاشقی فکر میکرد، اما هنوز از دست ویولا عصبانیه و نسبت بهش کینه داره. واسه همین یه روز برای انتقام گرفتن وسط یه عالم آدم زیپ شلوارش رو جلوی ویولا باز میکنه و اینطوری آبروش رو میبره و اینجا فیلم تموم میشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.